بگو زندانیان تو زندان بریزن بگوی هم به همونی هم گروهی که تو خارج تظاهرات بگوی دورا رشی هر سوز رسید بخواه دیو یه دونشون اسمش هست، یه دونشون توی زندان لارناپاس خانوم عقل بهاییه اونجا سرطان داره، شما نگرش داشتیم با خانواده یه نست، میا گوه، میا یه نگر ابراهیم زده که سوارا هستی که این هم نسر اگر هم سر نسر اون دارم که گینه در از کامل اکیدی سوم رنده بود که نر تو می نه در بی پروتا دکسی نه در myself now, as I just came to receive the demand, the request from this group of people. We fully understand their plight, but I have to hand this document to the president of the house, and we'll look into it, and we'll see what we can do. You knew about the difficult situation? Of well, we do hear about cases, we see them in the newspapers, as usual, and we fully feel for them, but I need to pass this on to the president before saying it. But I can assure you that the president will look into the matter. Is this a problem? Because there are a lot of refugees like living in Cyprus. Well, yes, but we have to see it. I mean, I cannot just... There's a lot of demand. Yes. We will have it. Can you tell your name? My name is Elita Giuliani. I'm Director of International Relations of the House. And I was asked to receive this on behalf of the President, so because he didn't see them now, but I can assure you that he will read with great attention, and he will see them too. الان خواست ما ایشون اینه که به خواستای ما رسیدگی کنند، به حد اقل قوانین حقوق بشری که در پارلمان و ایتالیا و اروپا امضا کردن دولت قبرس به حد اقل امضا کنند رسیدگی کنه و اینا به اجرا بگذارن در حالی پناهجویان با پناه بسیاری دکنند.
برای من و الهه من فقط عکسشو دادم که بدونم در چه وضعیتی هست. در هفت ماه بی خانمانه، نه لوازم بهش دادم، بدون هیچ از بیمارستان رو روش کردم. برخوردهای خیلی بدی منشی های دکترها تو بیمارستان حتی فروشهای دکیش رو نمیدونن اینا باید به حضورشون رسیم. شاید هم میدونم من مطلب ندارم، ولی ما به همه گفتیم، حتی مردم قبرس تماما از این اطلاع دارم. ما هم مردم قبرس همگی بسیار ممنونیم. در این مدت خیلی اومدن به ما از لحاظ روحی و کمک. تمام وضعیت قبلی ما ایرانی ها رو اینجا به کشورمون نمیتونیم برگردیم، چون همه اون اینجا فعالیت های سیاسی داشتیم و در ایران هم مشکل داشتیم و همه جوانیان اطلاع دارن که رژیم ایران چه برنامه هایی رو در ایران بر روی مردمش اجرا میکنه و هر کی مخصوصا که پروسه پناهجویی در خارج کشور داده میشه. آقای اژه‌ای به اصطلاح ماده رو تصویب کردن که در برگشت به کشور محارب محسوب میشن. آقا توشون اومدن؟ نه نه، من و خانم هم که حتما گروه سیاسی آرزو دارم که به خانم من رسیدگی کنن، حداقل قبولیش بدن و اگه امکاناتش رو ندارن کاسای ما رو که چندین سال تنها مدرک ما هستش و اجازه خروج ما و اجازه تصمیمگیری رو هم گرفتن، اجازه بدن که ما به کشورهای دیگه مراجعه کنیم. وگرنه اولا وضعیت ما رو اینجا به این کشور مشخص کنن. این بلا تکلیفی، حتی قبول شده های ما چندین سالی که اینجا بی‌هویت هستن، بعد از 13 سال نه پاسپورت دارن نه هیچی. میگن به شما نمیدید در دولت های خارجی که مسافرت میکنن تو فرودگاه ها 20 ساعت تو ترانزیت ها معطل میشن.